بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رهنمایی او صلی الله علیه وسلم در معامله هایش. پیامبر صلی الله علیه وسلم شوخی میکرد و در شوخیش حق میگفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر را پنهان میکرد و در پنهان کردن حق را میگفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت میداد و طلب مشورت میکرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیمار را عیادت میکرد و در جنازه اشتراک میکرد و دعوت را اجابت میکرد و حاجت بیوزن، مسکین و ضعیف را میبرآورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم ثنای شعر را شنید و در آن پاداش داد و در آن شعر جزی اندکی از ستایش های او بود، اما مدح و ستایش دیگر مردم پس بسیاری آن دروغ است. پیامبر صلی الله علیه وسلم نعلش را به دستش دوخت و لباسش را پارگی کرد و ستیلش را چسبان و گوسفندش را جوشید و لباسش را تازه کرد و اهل خودش را خدمت کرد و همراه آنان در بنای مسجد خشت برداشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی از گشنگی در شکمش سنگ بست و گاهی سیر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهمانداری کرد و مهمانداری کرده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین سرش و پشت قدمش و از دو شاهرگ گردن و شانه حجامه کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم معالجه کرد و داغ ماند و خود را داغ نکرد و رقیه خواند و طلب رقیه نکرد و بیمار را از چیزی که او را آزار میداد حمایه کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در معامله کردن بهترین مردم بود و هرگاه قرض می گرفت از آن خوبتر ادا می کرد. راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه رفتنش. در راه رفتن تیزترین مردم و نیکوترین و آرامترین آنان بود. در راه رفتن از یارانش تیزتر راه می رفت و رسیدن آنها به او صلی الله علیه و سلم دشوار بود. پای برهنه و پوشیده راه می رفت. یارانش رضی الله عنه پیش و پیش او صلی الله علیه و سلم می رفتند و او صلی الله علیه و سلم در پشت آنها بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با یارانش تنها و با جماعت راه می رفت. راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم در ذکر کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ذکر الله سبحانه و تعالی کاملترین مردم بود، بلکه همه سخنش در ذکر و آن چیزی که الله تعالی دوست می داشت بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه از خواب بیدار می شد و هرگاه شروع به نماز می کرد و هرگاه از خانه اش می برآمد و هرگاه داخل مسجد می شد و در وقت صبح شام و در وقت لباس پوشیدن و هرگاه داخل منزل می شد یا از آن خارج می شد و در وقت خلا داخل شدن و پیش از طهارت کردن و بعد از آن و وقت از آن را می شنوید، در وقت دیدن ماه و پیش از خوردن و بعد از آن در وقت عکس زدن الله را ذکر می کرد. اکنون سنت های فطرت و مسئله های تابع آن. شماریدن سنت ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ده چیز از فطرت است: کوتاه کردن موی لب، گذاشتن ریش، آب در بینی کردن، کوتاه کردن ناخن ها، شستن بند های انگشتان، کندن موی زیر بغل، تراشیدن موی زیر ناف، استنجا با آب. و راوی دهم را فراموش کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف راست سر میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم را در پوشیدن پای افضالش، شانه کردنش، پاکیش، گرفتن و عطا کردنش با دست راست خوشش می آمد. دست راستش برای طعام، شراب و پاکیش بود و دست چپش برای خلا و مانند آن از دور کردن آزار و اذیت بود. تراشیدن. راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم در تراشیدن موی سر این بود که
همش رو ترک میکرد یا همش رو میتراشید. مسواک، پیامبر صلی الله علیه و سلم مسواک کردن را دوست میداشتند و در حالی به روزداری و روزداری مسواک میکردند و در وقتی از خواب بیدار شدن، در وقتی وضو، نماز، در آمدن منزل مسواک میکردند، به چوب عراق مسواک میکردند. خوشبویی، پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوشبویی میکردند و خوشبویی را دوست میداشتند. مویلاب بریش، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند با مشرکان مخالفت کنید، ریشهایتان را گذارید و مویلابها را کوتاه کنید. تعیین وقت، انس رضی الله عنه گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما در کوتاه کردن مویلاب و ناخونها وقت تعیین کردند که آنها را بیشتر از 40 شبانه روز ترک نکنیم. سخن او صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند شما پی در پی سخن نمی گفت، بلکه در میان سخنان وی جدایی بود، کسی که با او می نشست سخنش را یاد می گرفت. بسیار وقت سخن را 3 بار تکرار می کرد تا سخنش فهمیده شود و هرگاه سلام می داد 3 بار سلام می داد. به حاجت سخن نمی کرد و به سخنهای پرمضمون سخن می کرد. در کاری که به او دخالت نداشت سخن نمی کرد. در چیزی که امید اجر و ثواب داشت سخن می کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بدگفتار نبود و نه تکلف فحش می کرد و نه در بازارها آواز بلند می کرد. راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم در سخن، خنده، گریه و خطبه هایش. خنده پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه خنده پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم بود. آخری خنده اش این بود که دندان های کرسی اش نمایان می شد. گریه او صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم با بانگ زدن و آوازی بلند گریه نمی کرد، ولیکن چشمانش پر اشک می شد تا که روان می شد و از سینه اش آواز جوشیدن شنیده می شد. گریه پیامبر صلی الله علیه و سلم گاه از روی رحمت برای میت و گاه از روی ترس و شفقت امتش بود و گاه از ترس الله و گاه در وقت شنیدن قرآن بود. خطبه او صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمین و در بالای منبر و در بالای شتر خطبه میکرد. جابر رضی الله عنه گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه خطبه میکرد چشمانش سرخ میشد و آوازش بلند میشد و سخت و غضب میکرد، گویا که او بیمدهنده لشکر باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه نمیکرد مگر که آن را با حمد الله شروع میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم موافق حاجت مخاطبها و منفعت های آنها خطبه میکرد.